مقدار تغییر کردن. چرا متوقع هستن بچه های ما، نوجوانان ما؟ راجبه چیه؟ میگن همه چی رو داریم، بهشون سرویس زیاد میدیم، خیلی بیشتر و محبت. حالا میگین ولی چرا متوقع هستند؟ امکانات زیاده. شما میگین امکانات دیگه چی؟ تلویزیون رادیو. شما میگین تلویزیون و رادیو اصلا نشون داره مسئولیت رو سرشون نیست، مسئولیتشون کمه. ما بهشون اجازه دادیم یه دست بزنیم بلند، زیاد نمیشنون دستا رو. ما بهشون اجازه دادیم و ترسیدید که مبادا چی بشه؟ ناراحت بشه، هرت بشه، ناراحت بشه، هرت بشه. چی میشه؟ چی میشه؟ ایشون میگن از علاقه زیاد. ما داریم راجبه مهربانی نیست قربون شکلتون، مهطلبیه، مهطلبیه. من که من میخوام علاقه زیاد یک رابطه برابره، مهطلبیه. من میخوام تو آقا گل، خانم گل، حالا تفاوت چه بهتون میگم، راضی باشی. آیا مادر پدرای ما با ما که اینقدر مسئول بار اومدیم، اینقدر متعهد بار اومدیم، اینقدر مهربان هستیم، اینقدر کرینگیم، اینقدر اهمیت میدیم تا آخرین روز زندگیمونم با ما زندگی میکنن و میکردن رو سرمون هستن، با ما چجوری رفتار میکردن؟ مهربان. خودت میادمه، خودت جمع کن جلو چیزاتو، رختاتو خودت بشور، کاراتو بکن، مسئول نگه میداشتن. ما نه تنها مسئول خودمون بودیم، مسئول اونا بودیم. بله. ولی در مورد بچه همون اینجا چیکار میکنیم؟ همه مون کردیم، تقصیر خودمون. نه نمیگیم. خان دکتر چرا نه نمیگیم؟ نمیتونیم. خان دکتر چرا نه نمیگیم؟ چرا نه نمیگیم؟ از چی میترسیم؟ قر میکنه میره. تا بچه هم میگیم بچه هست، جوونه، بعد مسنتر میشه. خب نه نمیگیم، از کانفرانتیشن میترسیم، از روبرو شدن میترسیم و اینقدر اینجا تنها هستیم و محتاج به محبت اینا که مبادا بر بخوره بهش نیاد. و کی ما رو داره تربیت میکنه اینجا؟ بچه ها. و ایران چگونه ما تربیت شدیم؟ مادر پدر شجاع و جامعه و جامعه. من بچه‌مو بردم ایران، بعد همون دو هفته که بودم معلم خصوصی کلاس فارسی برش میوردم، بودم هر روز فارسی رو تمرین کنم، دخترم هم معلم سنتی رو برده بودم. بعد این بچه قهر میکرد میرفت اتاقش، تا میرفت اونجا این دختر دایی و پسر دایی میوردن معلم اومده، مگه میشه؟ تو داری معلم اینجا میشه نمیخوای به فارسی یاد بگیر؟ بودو بیا بعده. گفت چرا معلم قینا میترسن؟ یعنی فکر کن ما چقدر احترام داشتیم برای معلم. یا من تو سنتا سوزانا اسکول مدیر مدرسه بودم، بعد مثلا هر سه ما اوپن هاست داشتیم، بعد قضا سرو میکردن. خب ما 25-30 تا معلم داشتیم. مادر پدرها میمدن قشنگ جلوی صف وای میستادن، معلم ها باید فوری میمدن قضا میخوردن میرفتن کلاس ها را آماده میکردن. این معلم ها تای کلاس های صف بودن تا میرسیدن. من با فرهنگ خودم عوض کردم، بهش گفتم ببینید معلم خیلی احترام داره، باید این 20 تا بیاد جلو قضا بردارن، بعد شما بردارین. همه تعجبشون میکرد، معلم ها میگفتن مگه میشه؟ گفتم ما یاد گرفتیم اینقدر احترام بگذاریم. ولی وقتی که آمدم آمریکا، خدا شاهده اولین کلاس انگلیش 101 رو برداشتم توی کلاس، دیدم که اینا پپسی دستشونه، سبناب دستشونه، رو صندلی نشسته پسر بزرگ آمریکایی، دختر بزرگ دامن کوتاه، پاشم بالا اینجوری. مثلا دیوونه شدم، گفتم مگه میشه؟ حالا ما ادب با تربیت با کلاس دفترچه داریم، یاد داشت داریم. بعدا دیدم چقدر سوسایتی ما فرق داره با این، و به همین دلیله. و شما همه تون درست میگیم، نوع تربیت ما بسیار درست بوده،
نوع تربیتی که ما اینجا با بچه هامون با این فرهنگ انجام میدیم. و متاسفانه به خاطر ساتلایت و غیره این فیلم ها، این تمام رسانه ها اینا تو ایران هم منتقل شده متاسفانه. مرسی، بر خودتون یه دست میزنید.